من خندم میگیره. سوال ساده میخوام بپرسم. قرار باشه مثلا یه سفر بین افغانستان دوست دارین بریم؟ تلفیق نکردم حالا اینا. اینجا فقط لباس مردونه داریم ها؟ بله ما به خانم ها مشکل داریم. من خدا من به شهر ما به کشور پناه بیارن دیگه. آنها بد نیستن. هیچ گونه خدماتی بهشون عرضه نمیشه. فقیرترین معروفترین آدم ها ایران هم هستن. ایشالله خدا گره مشکلاتشون باز بکنه، زودتر برگردن کشور خودشون زندگی کنن. یه دشون قشه کارگری انجام میدن، یه دشون تحصیل میکنن، یه دشون ول میگردن بیکار نباشن. برای صحابه شده صحابه بسیار مردمان خوب خوب. او افغانی بهتر محبت داره، بازم بهتر سراغ میگیره، بازم دلسوستره. خدا شاهده درو بگم افغانی یه عادت دارن اگر آقا اذیتش نکنه اذیت نمیکنه. چطور خب جمعه که میشه یه خورده این جوانهاشون خیلی میان اینجا ها یه خورده میان اذیت میکنه. اونطور که از دوستان شنیدن خب جای خوبی داره، حتی جای قشنگی داره. میشه خود معرفی کنی؟ من مجید خوشرو هستم. خب نظرتون در مورد مردم افغانستان چی؟ نظری ندارم، باشون کار کردم، آدمای سالمی هستن. من دوستی داشتین از افغانستان باشه؟ بله دوست داشتم، نگهبان داشتم، چندین سال برام صادقانه کار کرده. هر از گاهی بهم زنگ هم میزنه. راضی بودین ازش؟ آره راضی بودم، مشکلی هم نداریم. ممنون، زنده باشی. ممنون از شما. درد نظرتون در مورد مردم افغانستان، مهاجرین افغانستانی که هستن در کل چیه؟ بله اتفاقا من چند تا همکار دارم، چند تا رفیق صمیمی دارم که اهل افغانستانن و همیشه باشون صحبت میکنم در مورد این که ایشالله خدا گره مشکلاتشون باز بکنه، زودتر برگردن کشور خودشون زندگی کنن. هرچند همیشه هم بهشون میگم تو کشوری زندگی میکنن که مردم اینجا نژاد پرست نیستن، یعنی یه جورایی چون فرهنگمون، آداب معاشرتمون، تغذیه‌مون یه جوری فرهنگمون به هم نزدیکه، زبانمون. آره آره اصلا مهمترین مسئله‌اش همین زبان مشترکی که داریم، خیلی جاده مشکل نمی‌کنه، ولی خب به هر حال غربت دیگه. ان‌شاءالله که زودتر مشکلشون حل بشه. سال‌ها ما داریم کنارشون زندگی می‌کنیم، مشکل خاصی هم تا الان نبوده، ان‌شاءالله من بعدم نباشه. در چه کارهایی باهاشون همکار بودین؟ من الان شرکت کار می‌کنم، توی شرکتی هستم که چند تا دوستان من اهل افغانستان هستن. بعد یه دوست میوه فروش دارم، سید، میتونم اسمشو بگم؟ سید احمد هاشمی که از دوستان بسیار خوب من، اصلا رفت آمد خانوادگی با هم داریم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم و راضی هم ازشون، اونم از ما راضی هستن به خاطر برخوردی که باشون داریم، برخورد مطلوب بوده الحمدلله تا الان، ان شاء الله من بعدم باشه. مون تا بعضی وقتی سری مشکلات پیش میاد بین حالا هموطنای ما با دوستان افغانستانیمون، ان شاء الله که این قضیه هم کنار بذارن دیگه، دوستانه با هم صلح و مصالح داشته باشن، خوب زندگی بکنن کنار هم دیگه. موفق باشید. قربون شما. موفق باشید. مهاجر افغانی خب چند دسته تقسیم میشن دیگه. یه دشون قشه کارگری انجام میدن، یه دشون تحصیل میکنن، یه دشون ول میگردن بیکار نباشن، یه دشون اینجا زندگی میکنن، از خارج کار میکنن، پول بانا میفرستن، اینا خرج میکنن، فقط خودشون کلاس میذارن. حالا اینجا که من تو ذهنم میاد، آره خب چند دسته تقسیم میشن. یه دارین همسایه ای، نمیدونم آشنایی افغانستانی اصلا دارین؟ دوست افغانستانی؟ دوست افغانستانی نه، هیچی ندارم. نه آره. همسایه چی؟ نه ما یه جایی هستیم که افغانی ها اونجا نیستن. آره. کلاس چندومی؟ من هشتم. اسمت؟ محمد احسان. هم کلاسی افغانستانی هم دارین؟ افغانستانی نه، ولی تو مدرسه اون رو. خب باشون رفیق اصلا داری؟ رفیقی که اهل افغانستان باشه؟ نه. چرا؟ چون اونا فکر کنم چیزن خیلی، من هشتمی هم، نصفشون نهمی هم اینا. یعنی باشون اصلا در ارتباط نبوده تا الان؟ تو این چند ساله هیچ. به نظر چه جور آدمایی هستن؟ همین که از دور دیدیم مثلا. من خدا میان به شهر ما به کشور پناه بیارن دیگه. آنها بد نیستن. در با چندشون در ارتباط بودم، با چندشون خوب بودم. خب دوست داری یه سفر بری افغانستان؟ یه سفر تفریحی مثلا؟ تفریحی مثلا برش موقع الان جنگه. خب الان مثلا آروم شد، اصلا فکر کردی یه روزی مثلا بری ببینیم چه جایی داره یا نه؟ آره خب مستم بالاخره اونجا مثل کشور ما جایی داره، ولی الان فعلا چون جنگ زده هستن کسی از اونش خبری نداره. موفق باشی. خیلی ممنون. او افغانی بهتر محبت داره، بازم بهتر سراغ میگیره، بازم دلسوستره. خدا شاهده درو بگم. شما الان کجا زندگی میکنید؟ من که
پلکه که نبوت. خب. یه بار نرزه میوردن آشورا تاسوبا بود. من اومده بودم یخت آشغال بزنم بیرون. خیلی هم خب دلم مثلا میخواد. گفتم برم هلم میدم مثلا میندازن رو. نیم دونه من کجا نرزه میدم. عبخانیه وایسود. قصشو داد به من. اما نمیخواستم اما مثلا محبت میگم. معرفت میگم. با همسایاتون رفت آمد دارین با اینایی که اهل افغانستانن؟ نه من پیششون نمیرم و بیام. خوناشون نمیرم و بیام. مثلا تو کوچه ببینن خدا میدونه چی کار میکنن چند محبت دارن. خوش اخلاقن، غصه خورن. خدایش. بعدم رو خدای باید میکن. دست شما دردن. سر دردن. خدا هم رو بودن شما. بعدم خواهی پرش کن. خواهم در مورد مهاجرین افغانستان. خب. به نظرتون چه جور مردم هایی؟ باشون رفاقتی، همکاری، چیزی داشتین قبل ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا سلام مردم افغان عادی باشون که برخورد داشتیشون حتی برای اون کارم میکردن اینها. خودی مختلف هست. خود مردم اینا بعضیشون خوب هست، بعضیشون خوب. مشکل دارن توی همه انسان ها دیگه معمولا خوب هست، بد هست. حالا بحث این که حالا مهاجرت این حال دارن بیش شدت میان توی ایران اون یه بحث دیگه ای حالا نمیدونم اون زیر این کاسه چی. در کل منظور که کسایی که مثلا باشون همکار یا همدرس یا چیزی بودین چه جور آدم هایی بودین؟ ما با اونایی که همکار بودیم خوب بود الحمدلله، همه شعبای خوش برخورد خوب، یعنی چه مشکل خاصی باشه نداریم. حالا که با اهل سنتش که شیعهش همش برخوردشون خوب بوده. حالا این دلیل نمیشه حالی برخورد خوب اینا، چون معمولا آدم وقتی در اقلیت هسته معمولا برخوردشون خوب بهتره تا که در یک اکثریت باشه. ولی تا حال ما که دو برخوردشون خوب بوده، مشکل خاصی نداشت. یه وقتی اگه قرار باشه مثلا یه سفر به افغانستان دوست دارین بریم؟ تا حال فکر نکردم. حالا اینا البته خب سفر تفریحی مثلا دوتایی که از دوستان شنیدن خب جای خوبی داره، حتی جای قشنگی داره، ولی این که حالا هنو فکرش نکنم بریم نریم. حالا یعنی عمدهای باشه بریم افغانستان یا جای دیگه، چه جای دیگه انتخاب بکنیم تا افغانستان. ممنون از شما، موفق باشید. هیچ گونه خدماتی بهشون عرضه نمیشه. فقیرترین محرومترین آدم های ایران هم هستن. شما دوستی، آشنایی، رفیقی داشتین اهل افغانستان؟ آره زیاد داریم. الان تو روستا خودمون سمت لرستان داریم، اون که اومدن اونجا دارن روستاندا رو میشرونن بند خدا دیگه. داریم. چه جور آدمایی بودن باهاتون کار میکردن؟ خیلی آدمای واقعا بگم آدمای عالی، آدمای خوب. هنوزم هستیم باشون در ارتباط؟ آره الان پیش ما هستن اونجا تو روستا ما هستن. یه 7-8 نفر هم بند خدا آدمای فقیر، حلال، مظلوم، خوب. چه کارهایی رو بیشتر انجام میدن اونجا؟ کشاورزی؟ کارگری و کشاورزی و گوسفند و اینا هست، اونو انجام میدن دیگه بند خدا. گوسفند کجا کار؟ کارهای سخت رو انجام میدن دیگه. کارهای سخت ما رو اونا انجام میدن. یه رفیقت داشت از شما درد نکن. سلام سوال دارم فهم. مردم افغانستان به نظرتون چه جور مردم؟ خوب. از چه نظر؟ الان همسایه ما افغانیه. خوب. از هر نظری افغانیه یه عادت دارن اگر آقا اذیتش نکنه اذیت نمیکنه کسی رو. برای ثابت شده است. بسیار مردم خوب. بعد هیچ حالا بعد چی بنن در زمین یه آدمی را آدمیت لازم است. چوب صندل بو ندارد هیزم است. دوست افغانستانی هم دارین اصلا؟ خود زیاد. بله. کار میکنین باشون یا نه؟ خالص یه کار دارم که با اونم چیزم آقا در ارتباطه. آره همسایه اون افغانی خوب خودم نگو. گفتم تو از تا اینطوریش نکنی کارت ندارن. مردم رو خوبن خود به خدا. دست شما درد نکنه. میگه با کلا آقا همه جا خوبت داره آقا. نداره آقا. میگه آدمی گفتم که آدمی را آدمیت لازم است. چوب صندل بو ندارد هیزم است. درست آقا. زنگ گرفتی؟ بله. ان شاء الله موفق باشی، آخرت بخیر باشی. خوب خدام دل آقا. افغانیان خوب و زحمتکش و مصیبت با مصیبت برای خدا. چند سال مصیبت خدام دل. من میرم ناراحت میشم خدا. روز نمیشه یه اتفاقی رخ نده. قبول داری نه؟ بله. حالا یک برنامه دارن که با هم اینطور نیستن. خیلی ممنون. لطف کردید. از
اصلا من بلد نیستم صحبت کنم، شوخی کردم موقع. خسته نباشید. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من امیرحسین هستم. خب اینجا فقط لباس مردونه دارین ها؟ بله ما با خانم ها مشکل داریم. خب خدمت شما عرض شود که مشتری اهل افغانستان هم دارین یا نه؟ بله زیاد. زیاد؟ بله. چه جور آدمایی هم به نظرت؟ خوبه. زیاد چونه نمیزن؟ ببین همه جای آدم خوب و بد داره دیگه. خب ما افغانی بدی ندیدیم. به نظر من آدم با هر کسی هر جور برخورد کنه همون مطابقش رو میبینه. رفیق و دوستی آشنایی همکاری هم دارین اهل افغانستان باشه؟ بله دارم. کجا؟ چی کار میکنم مثلا با تو؟ در چه کاری همکارم باشه؟ همین همکارا همینجا هستن و تو بچه ها محل هستن، هر کمشون کار خودشون انجام میدن. خب وقتی میان میخرن چجوریه؟ تو پول دادن اذیت نمی کنن؟ نه. زیاد چونه نمیزنن؟ نه نه. گرونه اینجوریه کم کن. آقا این گرونه که الان همه مردم میگن. شما آقای فرق بین افغانی ها ایرانی ها باشه، فرق بینشون نیست، نمیبینم از این لحاظ خرید کردم. گفتم از اونورم همه جا خوبت داره، حالا تو افغانی ها خوبت هست، ما خودمون هم خوبت داریم. بیشتر چه لباسایی رو پسند میکنن معمولا جواناشون؟ همین تیپ و استایل جوانا... بروزه یا نه؟ نه بروزن. یه مقدار فرق میکنن؟ بروزن. حتی میشه گفت حتی یه مقدار هم ما بروزتر هم. قیمت ها اینا چجوری الان؟ خوبه؟ بازار لباس اصلا؟ نه گرونه. خب انشالله که تو کارتون برکت باشه، موفق باشه عزیزم. سلامت باشی، پاینده باشی، سلامت باشین. یعنی قیافش رو میبینیم یه چیه؟ خب بیشتر الان ما با کسایی که الان مصاحبه کردیم چند نفر، بعضیاشون مثلا دوست داشتن، دوستای افغانستانی، مثلا میگفت ما همکار بودیم، خیلی آدم های خوبه، اینطوری اینطوری. نه خب اونایی که تو شهر بودن الان تازگی ها که سیل عظیمی اومده. آره ما، من خودم دو سال تو زابل زندگی کردم، افغانی به ما خورده چه بلایی که سر ما نمیده. آره ولی دوست و آشنا نبود که باش جریانمون بوده و تموم شد. ممنون. نظرتون در مورد مهاجرین افغانستانی چیه؟ باشون همکاری مشتری چیزی بودین اصلا؟ مثلا باشون کار کردین قبلا؟ کار کردیم، به همسایه نبودیم، ولی خب مثلا کار کردیم مشتریم اونجا، چون من دست فروشم میان گاه گداری خرید میکنم. خب چه جور آدمایی هستن؟ خوبن، ولی خب حالا همه جور میدونید خود تو همه جور آدم پیدا میشه دیگه، هم چه شهری چه افغانی فرق نمیکنه. خب جمعه که میشه یه خورده این جوانهاشون خیلی میان اینجا ها یه خورده بیاد اذیت میکنه، اذیت میکنه، یه خورده بیمزگری داره میدارم. خب تا حالا فکر کردین یه روزی برین افغانستان تفریحی مثلا؟ بله نیت دارم، اگه خدا پول بده برم ببینم چه جوریه که ببینم مثلا اونا با ما چه کار میکنن. پس دوست داری یه سر برین؟ بله بله انشالله. حالا امنیتش بشه، سفر جور بشه بتونیم. بله آره دوست دارم، خیلی دوست دارم. موفق باشیم. ممنون. خواهش میکنم. خواهش میکنم.